حلقه های نزدیک به خامنه ای به جان هم افتادند نوشته مجید محمدی قوت هواداران خامنه ای در برابر اصلاح طلبان در دهه های و خورشیدی این بود که اصلاح طلبان تحت فشار بیت و سپاه و در پاسخ به مطالبات عمومی مدام نویسان سیاسی داشتند. اما هواداران سرسخت خامنه ای در موزگیری های خودشون قابل پیشبینی و سازگارا و همگرا بودند. اونا نیازی به در نظر گرفتن مطالبات عمومی نداشتن چون قوای قهریه رو در اختیار داشتن و نیروی طرف مقابلم برای چالش خودش کافی نمیدیدند. به همین لحاظ در هر موردی میشد شد رو از پیش به درستی حد زد اصلاح طلبان وقتی میخواستند تزلزل در میان خودشونو محکم کنن و مثالی از عدم تزلزل بزنن به نمونه حسین شریعت مداری متوصل می شدن. اما امروز این قابل پیش بودن و همگرایی مخدوش شده فساد و سوء استفاده علنی از قدرت امتیازات ویژه قشر حاکم که در سخنان رئیس بنیاد مزد از افان ذکر و بعد از اونها معذرتخواهی خواهی شد اعتلاف و ناکارآمدی در عمل به وعده ها و رقابت سیاسی بر سر منابع و مقام های حکومتی و دولتی اون چنان در میان اعضای این جناح گسترش یافته که دیگه نمیتونن به طور سازگار و متفق روی شون بیستن حلقه نزدیک به خامنه ای در این باور که باید جمهوری اسلامی در واقع قدرت و منافع خودشون حفظ کرد اشتراک نظر دارن اما در باب چگونگی این حفظ دیگه هم نظر نیستن همچنین با به هاشیه رفتن اصلاح طلبان رقابت میان هواداران حکومت بر سر قدرت و منابع عمومی تشدید شده در ادامه به چند مورد کلیدی از اختلافات درون حلقه نزدیک به خامنه ای که در نوع حکرانی اونا تاثیرگذاره گذاره اشاره می فیلترینگ روزی شبکه های اجتماعی غیر ایرانی برای امنیت کشور به عنوان مخاطره مطرح می شدن و امروز فیلتر کردن اونا از سوی یکی از اعضای مجلس انقلابی یعنی ولی اسماعیلی سخنگوی فراکسیون اصولگرایان در یک دوره نادرست شمارده میشه محدودسازی محدود سازی راه حل موزلات موجود در فضای مجازی نیست با فیلترینگ مخالفم این سخن در حالی بیان میشه که علی خامنه ای مکررن و اخیرا از ضرورت شبکه ملی اطلاعات و قطع نفوذ شبکه های خارجی سخن گفته سوء استفاده از منابع عمومی روزی کیهان دیگران و البته به دروغ متهم می کرد که بورسیه های دولتی رانتی برای تحصیل در خارج گرفتن از جمله نویسنده این مطلب و البته به دروغ اما تنها یه دهه بعد همین بوق تبلیغاتی به مدافع رسمی 3000 بورسیه دولتی رانتی که توسط دولت احمدی نژاد به خواستان به خاصان درگاه داده شده بود تبدیل شد. بورسیه های رانتی برای تحصیل در خارج همیشه در جمهوری اسلامی جریان داشته اما وقاحت دفاع از اون حدود یک ده است که به کار معمول بوخای تبلیغاتی تبدیل شده. در مقابل گروهی از اصولگرایان و بسیجی ها با این گونه ویژه خاری ها موافق نیستند. مگه اون که نوبت ویژهخواری به خود اونها برسه نظام پارلمانی و ریاستی بخشی از مقامات عالی رتبه و مدیران نزدیک به خامنه ای همانند خود وی به حذف پست ریاست جمهوری و بیعت مربوط به اون باور دارند و بخشی با اون مخالف هستند خامنه ای به خوبی به خطرات بیعت هایی که کنترلشون از دست میره آگاهه در مقابل افرادی در میان حلقه های نزدیک به خامنه ای هستند که میخوان نمایش جمهوریت و زنده نگه دارن به همین دلیلم سالها از پیشنهاد خامنه ای گذشته و این طرح گهگاه مطرح شده و مسکوت گذاشته میشه تنش زدایی یا تنش زایی با غرب وفاداران به ولایت فقیه در مورد نابودی غرب هم نظرن اما در مورد روش اون اختلاف نظر دارند. گروهی بر این باورند که در عین کاهش تنش میشه با حفظ رابطه با کشورهای غربی به بست مراکز دینی و تشکیل سلولهای تروریستی پرداخت و زمینه را برای نفوذ آماده کرد و در عین حال به کسب سلاحهای کشدار جمعی برای تبدیل شدن به یک ابرقدرت مشغول بود اما گروه دیگه برای نابودی غرب عجله دارند و کشورهای غربی رو آماده فروپاشی میبینند گروه اول رابطه با غرب و به صورت جنگ سرد دراز مدت و گروه دوم به صورت جنگ گرم دراز مدت نگاه میکنن بسته به شرایط یکی از این دو گروه دست بالاتر را در سیاست گذاری و اقدام پیدا میکنه و در عین اون که هر دو پروژه در حال پیشرفته محدودیت های کرونا و نقش حکومت در میان طرفداران حکومت و ولایت فقیه دو دیدگاه متقابل در مواجهه با ویروس کرونا توسط نهادهای دینی وجود داره بخشی معتقد به بسته شدن این نهادها هستند و تا حدی و دورههایی در بستن امامزاده ها و مساجد و هیئت های عزاداری محرم موافق بودند و بخشی هم همیشه با این محدودیت ها مخالفت کردند البته مخالفان بسته شدن صدای بلندتری داشتند علیرغم رغم چهار دهه دولتی شدن و سرازیر شدن صدها میلیارد دلار به سوی این نهادها هنوز در باب نقش حکومت در اداره نهادهای دینی اتفاق نظر وجود نداره یک دیدگاه حکومت و دارای قدرت قاهره بر نهادهای دینی میبینند و دیگری رو بالعکس محدودیت های اطلاع رسانی در باب جمعوری بشخاب ها و تجهیزات دریافت از ماهواره دو دیدگاه در اطرافیان خامنه وجود داره یک دیدگاه به برخورد تهاجمی معتقده و اینکه باید با بسیج نیرو مدام به خونه های مردم حمله و اونا را از دیدن شبکه های محوره محروم کرد. دیدگاه مقابل با تحریک هر روزه مردم در شرایطی که فشارهای اقتصادی مثل بیکاری و تورم بالاست و بسیاری آماده شورش هستند و به همین دلیل سپاه و بسیج در محلات رژه میرن موافق نیست از ابتدای تحریم ها و بالاخص بعد از اعتراضات آبان 98 دیدگاه دوم غلبه داشته و حکومت کمتر به جمع آوری تجهیزات دریافت از ماهواره می پردازه. ادالت یا مواسات بخشی از هواداران خامنه ای با وقاحت تمام در نظامی که امتیاز و رانت به قول معروف این داستان ها همه مقامات فرا گرفته از عدالت سخن میگن و برخی که میدونن عدالت شعاری تو خالی در این نظام مثل پناهیان به سراغ مواسات رفتن گروه دوم مواسات و ولایت و مقدم بر عدالت میدونن مواسات در باور این گروه نه با تصاوی در برابر قانون و برابری فرصت ها برای همگان بلکه با اطاعت از رهبری حاصل میشه همه باید مثل گوسفندهای های مساوی دنبال چوپان خودشون را بیفتند و حقی برای خودشون قائل نشن بدون اینکه احساس برتری به دیگران داشته باشند. موضوع اختلاف وحید یامینپور، پور مجری محبوب بیت و رئیس تلویزیونی حکومتی بر سر نوع ادالت خواهی در نظام جمهوری اسلامیه و اینکه این ادالت خواهی رو چگونه میشه با امتیازات و راند خاص سازگار کرد بخشی از افراد نزدیک به خامنه ای هنوز تلاش میکنن خودشونو بیانگر مطالبات توحیدستان نشون بدن و بخش دیگه پایگاه حکومت و دیگر توحیدستان دستان نمیدونن هجاب اجباری یا اختیاری مقامات نزدیک به بیت و خامنه ای در مورد هجاب داشتن طبقه حاکم با هم اختلاف ندارند اما در این که کار حکومت اعمال یا روسری یا توسری در برابر تک تک شهروندانه با هم اختلاف دارند مخالفان هجاب اجباری میدونن که اکثریت مردم حتی بخشی از قشر مذهبی با هجاب اجباری مخالفن و این موضوع رو برای دو دهه از مردم پنهان نگه داشتند. بخشی از ریزش نیروهای حکومتی ناشی از عدم تمکین دختران و زنان نیروهای وفادار به مقررات هجاب اجباریه تقدس مرجعیت برای بخشی از نیروهای وفادار مراجع رو میشه در عرصه عمومی مورد انتقاد قرار داد و تنها ولی فقیه غیرقابل انتقاد و مقدسه و برای برخی دیگه تقدس مرجعیت هم در بر میگیره انتقاد حسین شریعت مداری از سیستانی که بدون هماهنگی با بیت غیر ممکن بوده با واکنش دیگر وفاداران به ولی فقیه مواجه شد تا حدی که وی رو مجبور به عذرخواهی کردن این ناسازگاری ها در بیان و عمل و همینطور در باورها و نظرات داره مثل خوره نظام عقیدتی قشر معتقد به حکومت یعنی هیاتیا و بسیجیا و مسجد بروها رو میخوره البته نزدیکان و هواداران خامنه ای در موضوعات مثل روغنکاری و تقویت دو ماشین سرکوب و تبلیغات تروریسم گسترش طلبی نفوذ منطقه پیشبرد برنامه موشکی و هسته ای و نقض حقوق زنان در خانواده و جامعه هم نظر هستند اختلافات فوق بر سر حاکمیت مردم دموکراسی آزادی حقوق اساسی و توسعه و رفاه مردم ایران نیست بر سر چگونگی حفظ نظام و تداوم تاراج منابع توسط یک قشر کوچک و ناشایسته است میدون دادن به طرح بخشی از این اختلافات در بوخهای دولتی ممکنه با این انگیزه صورت بگیره که اعتماد به این بوخها را افزایش بده یا از آتش خشم عمومی بکاهد اما در عین حال شکاف عقیدتی و سیاست اجتماعی و فرهنگی اونها و سست بودن عزم همه نیروهای وفادار به سرکوب مخالفان هم به نمایش میذاره حکومت همراه با نمایش مقابله با فساد از جعب ابزار دیگهی برای افزایش همگرایی درونی بهره میگیره رعب و وحشت کار کردن مورد نظر حکومت از اعدام مخالفان و معترضان مثل صدور احکام اعدام برای سه تن از معترضان 98 به نام های امیر حسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجوی و اعدام نوید افکاری هم الغای ترس در میان مخالفان و هم افسایش همگرایی درونی میان وفادارانه البته این ادام ها بیشتر مخالفان رو به هم نزدیک میکنه تا اینکه عاملی انسجام بخش در میان خودی ها باشه سیمان سایده شده ای ایدولوژیک نظام در چهار فساد و جنگ قدرت به آسونی قابل ترمیم نیست دوستان